آقای عزیزی شما به عنوان یک کارشناس و یک پژوهشگر منتقد روش مذاکره تیم قبلی بودید به نظر شما این تیم چطور عمل میکنه؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم برنامهتون به نظرم نقطه مثبت در واقع مذاکراتی که الان داره میشه اینه که در واقع هیجانات کاذب ایجاد نمیکنن در جامعه و در واقع تمام مسائل کشور رو از آب خوردن و محیط زیست و مسائل مختلف به بحث ای مربوط نمیکنن اینکه مربوط هست یا نیست یک بحث دیگه ایه. این جداگانه میشه بحث کرد ولی اینکه حداقل خود مسئولین کشور در فضایی که فضای بالاخره رسانه های جهانی هست و طرف های مقابل هست که خب سعی میکنن رو افکار عمومی تاثیر بذارن حداقل سعی میکنن که این تاثیرها و التهابات رو در داخل جامعه کمتر بکنن اینکه چگونه سر میز مذاکره میرن و واکنش هاشون چگونه هست خب مسائلی هست که ما اطلاع دقیقی ازش در حین مذاکرات فعلا حداقل نداریم تا بعد از این حالا به صورت خاطرات یا به صورت گزارش های دیگه در بیاد ولی حداقل میدونیم که این تیم داره تمام سعیش رو میکنه از تجربیات در واقع تیم زمان آقای جلیلی زمان آقای لاریجانی دوره اول آقای روحانی و همینطور زمان اخیر آقای ظریف به نحو احسن استفاده کنه یعنی حداقل این انتظار میره یا حداقل در بعضی موارد این رو نشون دادن مثل ارتباط با رسانه ها در این زمین ها خب قوی از حالا حدود ده سال پیش این تیم داره رفتار میکنه ولی باید دید در نهایت نتیجه کار چگونه خواهد شد وزیران خارجه کشورهای اروپایی از جمله آلمان و بریتانیا گفتن که از خواستهای های هیئت ایرانی ناامید شدن کم و بیش نماینده روسیه هم میگه که خواست های ایران باعث تعجب شده چطور میشه به این گفتگوها امید داشته در چنین فضایی ببینید بالاخره من قبلا هم در این برنامه گفتم با اینکه برجام شاید ایدال ترین گزینه برای طرف طرفهای م... هایی که در امضا کردن برجام سال 2015-94 در حال حاضر ایدال ترین گزینه نباشه اما واقعا کم ریسک ترین و مطلوب ترین حالتی هست که میشه بهش دست پیدا کرد یعنی میشه گزینه های دیگر رو فکر کرد ولی نه تنها ریسک بعضی از اونها بسیار بالاست برای طرفین یعنی این بحث هستش که گزینه های طرفین بسیار کم شده لذا همه امیدوار هستیم که در واقع یک،, یک،, حالتی از کاهش اون سطح توقعات در دو طرف پیش یا روسیه تلاشش این بوده تو صحبت هایی که اخیرا میگفته که هم طرف آمریکایی هم طرف ایران باید بالاخره به یک حالتی به یک توافقی برسن اروپایی هم تمام تلاششون نمیکنن خب البته اروپایی ها معمولا بیشتر سعی میکنن سمت آمریکا رو حالا بگیرن ولی در هر صد اون چیزی که ما داریم می‌بینیم حتی گزینه‌ای برای خود آمریکا هم وجود نداره یعنی آمریکایی‌ها زبانشون نمتر از طرف اروپایی هست و امیدوار هستن که مجبور نشن به سمت گزینه های دیگری برن گزینه دیپلماسی همچنان حکم فرماشه یک چیزی هم باید در نظر بگیریم بالاخره دوران مذاکرات برجام 18 ماه طول کشید 18 ماهی که سنگ بنای اون در مذاکرات محرمانه عمان توی اون بک چنلی که میگن یعنی در واقع تو اون حالتی که پشت پرده مذاکرات میشد میخش زده شده بود و 18 ماه طول کشید تا ما به برجام برسیم این انتظار که به سرعت بتونیم به یک توافق برسیم انتظار خیلی معقولی هم نیست با توجه به تغییر دولت در ایران ولی در هر صورت ما یک متنی داریم یعنی متن برجام وجود داره این متن حداقلی هستش که همه طرفها تلاش میکنن حداقل به اون پایبند باشن و به اون برگردن شما میگید که خب ممکنه کمی پیش از موعد باشه اگر بخوایم در مورد این گفتگوهای سر نظر کنیم ولی مثلا وزیر خارجه بریتانیا میگه که این آخرین فرصت شانس زیادی نداریم زمان به سرعت در گذره اینشون به نظر من از یه جهتی درست می از یه جهتی خب بار روانی یعنی اون بحث سیاستی هستش که فشار روانی ایجاد بکنه ولی از یه بحث از یه طرفی درست میگن یعنی اگر مذاکرات به نتیجه نرسه و ایران توامندی هسته خودش رو گسترش بیش از این بده خب به مرحله ای میرسه که شاید واقعا دیگه برجام در واقع مؤثر نباشه و از اون طرف اگر اروپایی ها بخوان تموم کنن قضیه رو و مکانیزم ماشه که در برجام هست رو به اجرا بذارن عملا برجام دوباره از بین میره چیزی که زحمت کشیدن چهار سال دور آقای ترام حداقل از نظر اراده سیاسی طرفین اروپا، ایران و روسیه و چین حداقل برجام رو زنده نگه دارن اون شکل ظاهری شد درسته که هیچ کس بهش عمل نمیکرد ولی خب اگر به خاطر این قضیه و به خاطر اینکه طرفین نخوان یه حالت کوتاه اومدن و یه حالت به نتیجه رسیدن دیپلماسی اتفاق بیفته خب برجام از بین میره برجام یک سابقه دوازده ساله دیپلماسی داره صرفا دوره آقای روحانی آقای ظریف دو سال 18 ماه نیست یک سابقه دوازده ساله داره و میدونن که تو اون چرخ افتادن در واقع سالهای آخر 82 تا 84 دو سال آخر آقای خاتمی تا دو سال سه سال اول آقای روحانی اگه بخوان تو اون چرخه دوباره درگیری های و ایران بیفتیم واقعا معلوم نیست که در نهایت این ریسک و این مخاطره به کجا خط بشه در نهایت به نظر میاد که هیئت ایرانی خیلی عجله نداره اگه کوتاه بگید طرف غربی واقعا چه چیزی داره از دست بده در حالی که میدونیم ایران روزانه میلیون ها دلار به خاطر تحریم ها داره از دست میده ببینید درست میگید وضعیت اقتصادی ایران مشخصه و در واقع این سوال وجود داره که اگر این مذاکرات فرسایشی بشه اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه اگه تو شورای حکام خب بحث فشار روانی و سیاسی هستش ولی در هر صورت رو بازار ایران تاثیر میذاره قیمت ارز تاثیر میذاره آیا دولت واقعا پاتک اقتصادی داره فکر اقتصادی داره ما بودجه سالات خب بیرون اومده حالا متن کامل این دقیقش رو باید دید به نظر نمیرسه دولت محافظه کار بوده و اصلاحات اقتصادی اساسی که همیشه صحبتش بود که میتونه مانع و جلوگیری کنه از تحریم ها و وضعیت اقتصادی رو مطلوب تر کنه اون رو اجرا نکرده هرچند که وضع بودجه ریزی بهتر شده ولی اون کارهایی که بعد اساسی انجام می شده نشده این سوال مهم از طرف ایرانه یعنی آیا ایران میتونه دووم بیاره آیا بازارش اقتصادش میتونه دووم بیاره ولی از اون طرف هم گفتم ببینید برای غرب نظارت ها خیلی مهم بود این گزینه نظارت ها الان کنار رفته اگر ایران به قابلیت دستیابی یعنی اون نقطه ای برسه که در واقع اراده سیاسیش فقط بتونه اون رو به سمت بمب ببره این چیزی بود که آمریکایی ها نمیخواستن غربی ها تا یک سال یک سال نیم این فاصله بازه زمانی رو عقب بندازن خب اگر این برسه به یک ماه یک هفته یک روز خب اینها نکاتی هست که بالاخره طرفین باید در نظر بگیرن و بدونن که بهترین راه برای امنیت منطقه و امنیت بین الملل رسیدن به یک دیپلماسی و مذاکره و یک قرارداد جدید بسیار ممنونم از یوسف عزیزی پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن